بخش سوم، حد آزادی بیان کجاست؟ قسمت اول، اداره آزادی بیان. وقتی معلوم شد که بیان به دلیل تأثیری که در پی می‌آورد و مسئولیتی که ایجاد می‌کند، نمی‌تواند بی حد آزاد باشد، باید راهی برای تعیین حد و حدود آن جست و معلوم کرد که بر اساس چه ضابطه‌ای میتوان این آزادی را اداره کرد. اول از همه باید توجه داشت که آزادی بیان ترمز درونی ندارد و در صورت نبود مانع بیرونی خودش در جایی توقف نمی کند. در مورد عمل، یک ترمز درونی وجود دارد که البته آستانه مؤثر افتادنش ثابت نیست، ولی بالاخره کار را در جایی متوقف می کند. محدودیت قدرت، این است ترمز درونی. هیچ کس توان بیکران ندارد و اگر هم نخواهد تن به هیچ مانع بیرونی بدهد، در جایی از نفس می افتد. ولی محدودیت قدرت در مورد سخن صدق نمی کند. نفس سخن گفتن محتاج قدرت فوق‌العاده‌ای نیست. نیرویی که برای بیان به کار می‌رود به تناسب مطلب یا خواست مطرح شده تغییر نمی‌کند. بیان پیش پا افتاده ترین امور تا خواست زیر و زبر شدن جهان به یک اندازه نیرو می‌برد و در جمع و برخلاف عمل، بیان با کمبود قدرت محدود شدنی نیست. البته توان برای پراکندن سخن مثل تأسیس رسانه یا از این قبیل محتاج امکانات است و این امکانات در دسترس همه نیست، ولی سخن گفتن در مجمعی عمومی محتاج نیروی بیش از سخن گفتن در خانه یا پای تلفن نیست، به خصوص بعد از اختراع بلندگو. به همین دلیل گزینه‌هایی که در زمینه بیان در برابر ما قرار دارد برخلاف عمل بیکران است. هر کس قادر است هر چیزی را بیان کند یا هر خواستی را مطرح سازد. آنچه معمولاً قوه بیان خوانده می شود و از آن توان سخنوری و تأثیر نهادن بر مخاطبان اراده می گردد، بر اساس معیارهای فن خطابه سنجیده می شود و البته نزد همه یکسان نیست. ولی تأثیر بیان هم همیشه تابع این قبیل معیارها نیست. نمونه آشنای این امر برای همه ما شیوه سخن گفتن خمینی است که البته از دیدگاه سخنوری بی نهایت ضعیف بود، ولی در میزان عظیم تأثیرش شکی نمیتوان روا داشت. از قدرت گذشته، آزادی بیان با آزادی دیگران نیز محدود شدنی نیست. این سخن موجز میل، فیلسوف معروف انگلیسی، که آزادی ما در جایی تمام می شود که آزادی دیگران آغاز می گردد، در مورد سامان دادن آزادی بیان صدق نمی کند. به این دلیل که ما هر اندازه هم که از آزادی بیان خود استفاده بکنیم، آزادی بیان کس دیگری را مخدوش نمی کنیم. در یک کلام، آزادی بیان ما از آزادی بیان و عمل دیگری نمی کاهد. آزادی بیان ما و دیگران در جای استکاک پیدا نمی کند و دنیا تا بی نهایت برای ابراز عقاید مختلف جا دارد. طبعا این تا جایی درست است که آزادی گوش نکردن، نخواندن و از این قبیل هم از کسی سلب نشود. به علاوه عمل اگر دچار تناقض باشد بی ثمر می ماند و به نتیجه‌ای نمی رسد. به عبارت دیگر، تناقض منطقی عمل را فلج و بی اثر می کند، ولی بیان را خیر. تصور می کنم همه ما انقدر در عمرمان سخنان پرتناقض شنیده ایم که مطلقاً حاجت به ذکر مثال نیست. وقتی روشن شد که آزادی بیان نامحدود نیست، خودش ترمز درونی ندارد، یعنی نه با کمبود قدرت متوقف شدنی است و نه به دلیل تناقضات خودش، و علاوه بر اینها حدش را نمیتوان از پیش و در سطح مفهومی به طور ثابت معین نمود،
چون در نقطه مواجی بین سخن و عمل قرار دارد، معلوم می شود که این حد باید در عمل و مورد به مورد معین شود. برد اصل آزادی بیان. مطرح شدن اصل آزادی بیان در عصر جدید دستاورد بسیار بزرگی است که ثمره عصر روشنگری است. این اصل در حقیقت دو روایت مادر دارد که اولی آمریکایی است و دیگری فرانسوی. صورتی که در متمم اول قانون اساسی آمریکا آمده، سنای این کشور را از تصویب هر قانونی که محدود کننده آزادی بیان باشد منع می کند. صورت فرانسوی که در اولین اعلامیه حقوق بشر و شهروند درج شده، حق آزادی بیان را در زمره حقوق طبیعی و سلب ناشدنی انسان به شمار آورده. تفاوت بین منعی در یکی و تجویزی در دیگری را نباید از قلم انداخت. اولی را می توان قوی تر شمرد و نتیجهش را در حفاظت شدیدی که در ایالات متحده از آزادی بیان می شود مشاهده نمود. پاسداشت آزادی بیان در آمریکا را باید قوی ترین در دنیا محسوب نمود. ولی در هر دو صورت این را هم باید در نظر داشت که رسمیت دادن به اصل آزادی بیان در حکم ختم دعوا در این باب نیست، چون در عمل این آزادی بی حد و مرز نمیتواند باشد، چه در آمریکا، چه در فرانسه و چه در هر جای دیگر. امتیازی که رسمیت دادن به آزادی بیان و ارج گذاری بدان نصیب طرفدارانش می کند، این است که بار استدلال برای محدود کردنش را بر عهده مخالفان آن می نهد. به هر صورت در بیان و عمل آزادی اصل است و اول می آید، چون جزء جدا نشدنی موقعیت انسانی است. کوشش برای محدودیت همیشه در مقام دوم قرار دارد و در میدان ابراز عقیده همه چیز مشروع است تا عکسش ثابت شود. خاصیت پذیرش و اعلان و رسمیت اصل آزادی عقیده و بیان این نیست که تحت لوای آن میتوان هر حرفی زد. این است که اصل بر آزادی است و هر جا صحبت از محدود کردن آزادی بیان شد، عرضه دلیل بر عهده مخالفان این آزادی است که حتما در جوامعی که آزاد خوانده می شوند، امر نابجا یا خارق العاده نیست. آنها که طرفدارش هستند برای توجیه کلی موضع خویش حاجت به عرضه دلیل ندارند. دلایلی که باید عرضه نمایند در موارد مشخص و معین و در پاسخ به مخالفان است. آنهایی که با آزادی بیان مخالفت می‌ورزند می‌گویند که هر حرفی را نمی‌توان زد و یا اینکه این حرف به خصوص را نمی‌باید زد، نه اینکه زدن هیچ حرفی آزاد نیست. چنین سخنی بی‌معناست. آنها اصلی کلی ندارند که به آن تکیه کنند. پذیرفتن اصل آزادی بیان حتی اگر از سوی دو طرف دعوا هم واقع گردد، نه از بروز دعوا در موارد معین و مشخص جلوگیری می کند و نه همه دعاوی را در سطحی کلی و فارغ از جزئیات حل می کند. مسئله واجد اهمیت هست، ولی بردش به آن حدی که برخی طرفداران آزادی بیان مایلند باشد نیست. دعوای آزادی بیان همیشه دعوای جزئیات است.